نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی روز چهارشنبه 23 صفر سال 1446 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با کیفیت ارتباط با نامحرم در فضای مجازی به گونه‌ای که انسان به حرام مبتلا نشود فرمودند رعایت مواردی که نسبت به نامحرم که جزء محرمات است در همه جا لازم است و در این زمینه بین فضای مجازی و غیر مجازی تفاوتی وجود ندارد. معظم الله در ادامه فرمودند مثلا اگر انسان صدای نامحرم را بشنود و با شنیدن صدای او لذت غریزه جنسی میبرد، حتما این کار جایز نیست. ایشان همچنین تاکید فرمودند لذا نزن حق دارد صدای خود را به صورتی درآورد که به موجب تحریک جنسی مردان شود و نه مرد مجاز است صدای زن را بشنود اگر با شنیدن آن صدا دچار لذت جنسی شود. آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با حکم کلی این مسئله در صورت رعایت موارد شرعی فرمودند در غیر این صورت اگر در ارتباط با نامحرم در فضای مجازی انسان به حرام مبتلا نمی شود و ارتباط او به شکل عادی باشد اشکال ندارد. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. بفرمایید. سلام علیکم. ببینید چیزایی که محرماته نسبت به نامحرم وقت مجازی و غیر مجازیش فرق نمی کنه. اگه این صدای نامحرم می شنوه و در اثر این شنیدن لذت غریزه جنسی می بره، این جایز نیست. جایز نیست. نه اون خانومه حق داره صداشو جوری بکنه که اثاره لذت جنسی کنه، نه اگر اون مرد از این صدا لذت جنسی میبره جایز گوش بده. اما اگر نه اشکال نداره، عادی باشه اشکال نداره.